خانم ها آقایان سلام، عصرتون بخیر. خوش اومدید به زوم نیوز امروز رادیو قبرس، بخش خبری جهان آرا. ماجرای دست بند زدن به متهم ها و منتشر کردن عکس هاشون قبل از اثبات جرم، این روزها بعد از دستگیری رئیس مجلس سابق قبرس شمالی به دلیل نوشتن نسخه های جعلی حسابی سر و صدا رو انداخته. ایشون تقریبا متهم است به نوشتن 40 نسخه جعلی، یعنی اگه پولی حساب کنیم هر نسخه 25 لیر جمعاً میشه 1000 لیر. برای همچین شخصیتی که همه تو کشور قبولش دارن این عدد واقعا خنده داره و حتما افرادی به ایشون مراجعه کردن که ما پول ویزیت دکتر نداریم و ایشون هم مجبور شده براشون نسخه بنویسه. اما به هر حال پلیس در حال تحقیقات هست و دیگه به این موضوعات نگاه نمیکنه، از یک کنار همه رو دستگیر میکنه. دادگاه براشون کفالت صادر میکنه و بعد با وثیقه آزاد میشن تا در نهایت تکلیف همه مشخص بشه. این برای همه یه پرونده ها هست. میگن در حدود 150 نفر در این پرونده نسخه های جعلی شناسایی شدن که تا الان فقط 40 نفر از اونها بازداشت شدن. در خصوص دستبندها هم که گفتم، امروز آقای اونال استل با رئیس پلیس دیدار داشته تا شاید بشه قانون استفاده از دستبند برای متهمان رو کمی تغییر بدن. روز گذشته کالین استوارت، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور نیروهای پاسدار صلح مستقر در قبرس، جلسه غیر علنی با اعضای شورای امنیت این سازمان برقرار کرده و توضیحاتی در ارتباط با توافق انجام شده بین قبرس شمالی و جنوبی بر سر ساخت جاده پیله ارائه داده. منابع دیپلماتیک در ارتباط با این موضوع به عنوان گامی مثبت در ارتباط با حل موضوع بحران قبرس یاد کردن و اون رو اولین قدم در راستای از سرگیری مذاکرات دونستن. پلیس شهر فاموگوستا یه مظنون 22 ساله رو به جرم تهیه سند جعلی برای فروش یه دستگاه آپارتمان به ارزش 58 هزار پوند بازداشت کرده. بر اساس اطلاعیه پلیس، مظنون بدون اطلاع صاحب ملک در تاریخ 22 آگوست همین امسال اقدام به فروش این ملک کرده بوده. ملیت شخص دستگیر شده اعلام نشده. بر اساس اطلاعیه شهرداری لفکوشا، مسابقه ماراتون تو روز یکشنبه 22 اکتبر برگزار میشه. بخشایی از خیابونهای شهر لفکوشا به دلیل برگزاری همین مسابقه خب طبیعتاً بسته خواهد بود. همینطور اعلام شده به دلیل برگزاری مسابقه ماراتون، یکشنبه بازار شهر لفکوشا این نوبت قراره در روز شنبه برگزار بشه. در جریان بحث و گفتگو در ارتباط با اجرای قانون تست مواد مخدر از رانندگان، خانم فیلیز بسیم، نماینده مجلس و عضو حزب جمهوری خواه ترک، از وزیر راه آقای ایرهان آلیکلی در ارتباط با عدم اجرای این قانون سوال کرده و ایشون در پاسخ به این سوال از نبود بودجه برای اجرای این قانون در سال 2023 سخن گفته و ظاهراً قراره از سال آینده دولت بودجه‌ای برای اجرای این قانون تصویب کنه. و حرف آخر این که از جمله اعتقادات عوام تو دوره قاجار این بود که دختر باید شپش داشته باشه، دختر حق نداره موی خودش رو تا قبل از ازدواج شونه بزنه. عوام میگفتن دختری که سر شپش نداشته باشه احتمالاً سر و گوشش جنبیده و خودش رو برای پسری تمیز کرده. ظاهراً فرق چندانی بین قجری ها و فجری ها نیست. رویا خوب، دلتون شاد، لبتون خندون.